خانم شاکری، اگر صدای من رو میشنوید ازتون پرسیدم که چه شد که به فکر تهیه این اثر افتادید. سلام، صداتون رو میشنوم. سلام عرض میکنم، مرسی از دعوتتون. راستش رو بخوام این قطعه تنها برای همدردی با مردمم، گرچه کوچه ولی فقط برای همدردی با مردمم، تنها کاری که از دستم برمیومد و تنها راهی که باش خوب میتونم همدردی کنم ساز زدنه، چون از بچگی این کار تو من بوده، از 11 سالگی این تنها کاری بوده که میکردم و میکنم و تنها دلم میخواستش که با مردمم، با همه اون بچه‌هایی که تو هنرستانهای موسیقی مثل من درس میخوندن، همشون آرزو داشتن که یه روزی نوازنده‌های بزرگ بشن ولی به خاطر نبودن معلم، استاد نمیتونستن، از پسش بر نمیان که کاری انجام بدن. برای دیده نشدن متاسفانه هر کاری از دست این نظام برمیاد که برای ما مخصوصا زنها انجام بدن که ما نتونیم دیده بشیم. و من احساس میکنم اون دوران سختی که تو ایران تا 19 سالگیم بودم و تو هنرستان موسیقی دختران درس میخوندم، دوباره برای من تداعی شد که چرا که نه، چرا الان من نخوام کاری انجام بدم برای مردمم که نشون بدم آقا با یک زبان دیگه، این دفعه با زبان موسیقی کلاسیک، با مردمم همدردی کنم و بگم که آقا ماها هممون از همون کوچه بس کجای ایران اومدیم و هممون به یه نوعی دردی رو حس کردیم که شاید به یکی که خارجیه بهش بگیم نمیتونه بفهمه. ساز من توی تلویزیون اجازه دیده شدن نداره، یا من اگه تا 19 سالگیم قرار بود برم روستن، همیشه باید هدبند، آستین بند، هر جور که شده ما رو باید میپیچوندن، یعنی باید میپوشوندن که ما رو سن دیده نشیم. و این چیزا، همه این چیزا دست به دست هم دادش که من حس کنم که واقعا الان وقتشه. حالا اگه من بتونم ایران برم، نتونم برم ایران، دیگه اهمیتی نداره. الان منم دلم میخواد هرچند کوچیک ولی توی این انقلابی که داره رخ میده برای مردمم، منم یه قدمی برداشته باشم. خانم شاکری، این جنبش در ایران یه چند ویژگی خاص داره که بسیار جلب توجه میکنه. طبیعتا نقش پررنگ زنان یکی از اونها هست و نقش هنر و هنرمندان یکی دیگر. از کارهای اعتراضی توماج صالحی بگیرید تا موسیقی شروین بگیرید تا کارهایی که کسانی مثل شما دارن میکنن، چطور میبینید این نقش پررنگی رو که هنرمندان دارن بازی میکنن؟ به نظر من تأثیر ما تو کوچه و خیابون خیلی زیاده مطمئنن، ولی با انجام کارهای متفاوت، با نشون دادن، با به نظر من البته با موسیقی خیلی بهتر میشه ابراز همدردی کرد و حرفی که داری و به همه مردم بیان کنی، نه تنها فقط مردم ایران. ما برای همدیگه فقط نمیخوایم صدای همدیگه فقط باشیم، میخوایم صدای ایران باشیم برای آدمای خارجی که بدونن، بفهمن که چه اتفاقایی داره تو ایران میفته، که بلکن همگی بتونیم دست به دست هم بدیم و یه کاری بکنیم برای انقلاب. و احساس میکنم تاثیر موسیقی به هر زبونی، حالا پاپ باشه، راک باشه، موسیقی کلاسیک باشه، میتونه خیلی تاثیرگذار باشه برای مردمم. و همچون که میبینین هم کار شروین خیلی تاثیرگذار بود، حتی برای آدمایی هم که خارجی بودن، همه رو تحت تاثیر قرار میداد. و فکر میکنم که بهتره که هم تو هر دو حالت ما باشیم، هم تو کوچه و خیابون، گرچه من ایران نیستم و نمیتونم کاری بکنم جز این، ولی بیشتر اونایی که حداقل هنرمندایی که خارج از ایران هستن، فکر میکنم این تنها کار کوچیکی که میتونیم انجام بدیم برای مردمم. خیلی خیلی ممنونم از شما، شهرزاد شاکری، نوازنده ویولونسل از کانادا. ممنون.